عرض سلام و خسته نباشید به همگی دوستای عزیز امینی وایت هستم و به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید توی این ویدیو میخوایم یک روش تانل جدید رو بهتون آموزش بدیم که طبق تستی که انجام دادم سرعت فوق خوبی داره و یکی از جدیدترین روش های تانل بین دو تا سرور هست که به خوبی میتونید شما ازش استفاده کنید و اتصال کانفیک هاتون رو برقرار کنید قبل از هر چیزی تشکر میکنم از این دوست عزیز که اومد روش تانل جدید رو معرفی کرد این روش تانل اسمش گیمینگ وی پی این هست اما اشتباه نگیرید زیاد ربطی به گیم و بازی و پینگ پایین و اینها نداره ولی خب تا حد زیادی نسبت به تانل های قبلی سرعت و کیفیتش خوبه البته انتظار داریم که توی آپدیت های بعدی بهتر و بهتر هم بشه پس قبل از هر چیزی قبل از اینکه بیایید شروع کنید از این تانل استفاده کنید وارد این صفحه گیت هاب که شدید از این قسمت استار بدید بهشون من خودم الان یک استار هم بهشون دادم خیلی خیلی هم ازشون تشکر میکنم شخصی که اومد رتول تانل ایزی مش اینها رو اسکریپتشون رو ساخت الان اومده این روش تانل جدید هم معرفی کرده و با همدیگه میخوایم بریم و این تانل جدید رو با همدیگه بزنیم یه دونه کانفیگ بسازیم و در نهایت تست بگیریم ببینیم به چه شکلی خواهد بود پس اگر آماده اید ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیو جدیدی براتون قرار دادیم نوتیفیکیشن براتون بیاد و بتونید ویدیو جدیدمون رو مشاهده کنید همچنین اگر نیاز داشتید سرور خارج تهیه کنید پیشنهاد من به شما عزیزان سایت aiza.net هست که میتونید با ارز دیجیتال به راحتی هر چه تمامتر از این لوکیشن هایی که اینجا وجود داره سرور ساعتی بخرید تست کنید اگر فیلتر نبود ارتقا بدید به ماهانه و ازش استفاده کنید من یه دونه سرور خارج هم گرفتم بریم با هم دیگه تست کنیم ببینیم به چه صورتی خواهد بود خب من یه دونه سرور خارج اینجا دارم و یه دونه سرور ایران هم اینجا دارم دوستان توجه داشته باشید که شما از این اسکریپت میتونید هم تانل مستقیم بزنید هم تانل ریورس یا تانل معکوس من اگر زبانش رو فارسی کنم نوشته یک وی پی سبک با پشتیبانی تصحیح خطای پیش ساخته داخلی با یک ابزار بهبود شبکه که در حالت وی پی کار می کنه. کیفیت شبکه شما را در یک پیوند با تاخیر بالا بهبود میبخشه و گفته که گیمینگ وی پی از تصحیح خطای فوروار کد این برای کاهش نرخ از دست دادن بسته ها به قیمت استفاده از پهنای باند اضافی استفاده میکنه یعنی چی یعنی میاد پهنای باند شما رو یه کمی میبره بالاتر ولی از اون طرف کیفیت اتصال شما رو بهبود میبخشه همچنین میتونه تاخیر TCP و سرعت دانلود تکرشته TCP شما رو به میزان قابل توجهی بهبود ببخشه بهینه شده برای بازی خب من ابتدا میام با سرور ایرانم شروع میکنم میام آی پی سرور ایران رو از اینجا کپی میکنم و با برنامه محبوب پوتی میام SSH میزنم به سرور ایران دوستان این سرور ایران نیست تا بر فرض مثال سرور ایرانه چون سرور ایران گیرم نیومد مجبور شدم یه دونه سرور خارج بگیرم و اسمش رو بذارم سرور ایران خب بعد از اینکه وارد سرور ایران شدید اینجا میایید وارد این اسکریپت میشید لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن ویدیو اینجا دستور نصبش وجود داره این علامت کپی رو میزنید تا کپی بشه میایید اینجا کلیک راست میکنید و اینتر رو میزنید تا بره برای نصبش خب نصبش به همین راحتی تموم شد من سرور خارج هم میام بهش SSH میزنم این رو کپی میکنم خب سروره ایرانم سمت چپ و سرور خارجم سمت راست میام این اسکریپت رو روی سرور خارج هم نصبش میکنم دوستان من از قبل پنل سنایی رو اومدم هم روی سرور ایرانم هم, هم روی سرور خارجم نصب کردم و در ادامه نحوه کانفیک ساختنش رو هم بهتون میگم خب سمت چپی سرور ایران ما بود اگر شما خواستید تانل مستقیم بزنید این رو خیلی به دقت داشته باشید و اگر خواستید تانلتون مستقیم باشه، باید شماره یک رو بیایید روی سرور خارجتون اجرا کنید و شماره دو رو بیایید روی سرور ایرانتون اجرا کنید. ولی اگر خواستید تانل ریورس یا معکوس بزنید، باید بیایید شماره یک رو روی سرور ایرانتون اجرا کنید و شماره دو رو روی سرور خارجتون دقیقا این دوتا گزینه برعکس هستن من چون میخوام ریورس رو اجرا کنم پس میام توی سرور ایرانم شماره یک رو میزنم و اینتر رو وارد میکنم اینجا از من یه دونه پورت میخواد این پورت هیچ ربطی به کانفیک های شما نداره و میتونید هر چیزی بذارید من میذارم همین حالت دیفالتش باشه اینتر رو میزنم تا بره برای مرحله بعدی میرسیم به این مرحله ببینید دوستان این ایکس و برای بسته های ارسالی هست یعنی چی؟ اینجا دیفالتش رو گذاشته دو به یک یعنی اگر شما دو تا بسته ارسال کردی یه دونه هم اضافی ارسال میشه میتونید این رو بذارید حالت دیفالت باشه اگر خواستید خاموشش کنید میتونید بیایید بذارید صفر باشه و میتونید حالا پایین بالاش کنید ببینید کدومش روی سرور شما بهتر بهتون جواب میده دیگه اینها بستگی به استیبل بودن سرورتون داره خودشون پیشنهاد دادن که بذارید روی چهار دو نقطه دو یعنی به ازای هر چهار تا بسته ارسالی دو تا بسته اضافه تر هم ارسال بشه حالا میتونید این رو بذارید میتونید هم بذارید صفر باشه فقط توجه داشته باشید هر چیزی که اینجا گذاشتید باید روی سروره خارجتون هم همین رو بذارید من میذارم حالا همون دو به یک باشه و اینتر رو میزنم اینجا یه دونه آی پی برامون نوشته گفته که اگر خواستی تغییرش بدی میتونی اینجا بنویسی در غیر این صورت بذاری روی حالت دیفالتش باشه من میگم همین اوکیه اینتر رو میزنم اینجا گفته که میخوای برای گیم باشه یک رو بنویس در غیر این صورت بیا صفر رو بنویس من میذارم یک و اینتر رو میزنم و یه بار دیگه اینتر رو میزنم تا این اوکی بشه برای اینکه مطمئن بشید الان سرور ایرانتون اوکی شده شماره چهار رو میزنید باید چنین صفحه بهتون نمایش داده بشه در غیر این صورت یعنی متصل نیست خب من کنترل سی میزنم که برگردم بیرون میریم روی سرور خارجمون سمت راست میام حالا شماره دو رو روی سرور خارجم اجرا میکنم دو رو مینویسم اینتر رو میزنم اینجا به هم میگه که یا بیا IPv4 سرور ایرانت رو بهم به بده یا بیا IPv6 سرور ایرانت رو بهم به بده اگر خواستید IPv6 رو بذارید باید داخل این باشه این رو حواستون باشه بهش خب من میرم IP سرور ایرانم رو از اینجا کپی میکنم و بهش میدم این رو میزنم پورت همون چیزی که توی سرور ایران گذاشتید باید باشه من 4096 بود اینجا هم 4096 اینتر رو میزنم اینجا گذاشتیم روی دو به یک اینجا هم میذاریم دو به یک باشه و اینتر رو میزنم اینجا هم دوباره اینتر رو میزنم یه همین آی پی اوکیه اینجا هم شماره یک رو میزنم و اینتر این هم اوکی میشه به همین راحتی یه دونه شماره چار هم میزنم میبینید که دقیقا همین رو به هم نشون میده و اینم اوکی کنترل سی میزنم تا بیام بیرون کار ما اینجا با دو تا سرور تموم شد حالا باید چیکار کنیم حالا باید ببینیم اینها به هم دیگه پینگ میدن یا نه پس من می نویسم آی پی فاصل ای می بینید که اینجا شماره 8 گیمینگ وی اضافه شده یه دونه آی پی اینجا به هم داده یه دونه هم اینجا طبق تستی که من انجام دادم این آی پی که آخرش دو هست برای خارجه و این که آخرش یک هست برای ایرانه پس من اینجا میزنم پینگ فاصله آی که آخرش یک بود رو اینجا می نویسم و اینتر رو میزنم میبینید که شروع میکنه پینگ دادن حالا میرم همین رو توی سروره ایران هم تست میکنم مینویسم پینگ فاصله و اینجا به جای یک دو رو تایپ میکنم و اینتر رو میزنم اینجا هم باید به هم دیگه پینگ بدن اگر پینگ دادن به هم دیگه یعنی که شما 99 درصد راه و درست رفتی حالا با هم دیگه بریم توی پنل صنایعی که نصب کردیم بهتون بگم چطور کانفیگش رو بسازیم خب این سرور خارج من هست بذارید تمش رو دارک کنم و اینم سرور ایران من هست که تمش سفیده من میام توی سرور خارج اینجا ادین باند رو میزنم یه دونه کانفیک میسازم پروتکلش میتونه ویمس ویلس یا حتی وایرگارد باشه هیچ فرقی نمیکنه میذارم همین ویلس پورت دلخواه دستش نمیزنم میشن رو میذارم روی همین حالت TCP باشه دوست داشتید میتونید HTTP هم فعال کنید اکسترنال پروکسی رو اینجا روشن میکنید هر چیزی که اینجا هست رو پاک میکنید و IP سرور ایرانتون رو اینجا قرار خب من IP سرور ایران رو از اینجا کپی میکنم و توی این قسمت قرار میدم شما میتونید آی پی رو ببرید زیر ساب دامین و ساب دامین رو بیایید اینجا قرار کریت رو میزنید تا این ساخته بشه حالا میرید توی سرور ایرانتون ادین باند رو میزنید پروتکل رو میذارید روی دکود مدر و اینجا میایید پورت رو کپی میکنید توی قسمت پورت قرارش میدید این قسمت هم دوباره قرارش میدید تارگت آدرس خیلی مهمه تارگت آدرس رو شما باید آیپی لوکال خارج رو قرار بدید آیپی لوکال خارج ما چی بود؟ میزنم آیپی فاصله A. آیپی لوکال خارجم همینی بود که اینجا بهتون گفتم آخرش دو هست این رو کپی میکنم و اینجا اون رو قرار میدم این رو هم خاموش میکنم و کریت رو میزنم خب اینم اوکی شد حالا یه نکته بسیار بسیار مهم اینجا وجود داره که اگر این کار رو انجام ندید کانفیک هاتون به هیچ وجه وصل نمیشه نکتهش چیه؟ هم توی پنل صنایع که روی سرور ایرانتون نصب کردید هم روی سرور خارجتون باید بیایید وارد قسمت ایکس ری کانفیگ بشید و توی این قسمت قسمت بیسیک بیایید این گزینه رو باز کنید و حتما تیک کانکشن تو پرایویت آی پی خاموش باشه این به صورت اتوماتیک برای همه روشنه من از قبل خاموشش کردم شما هم باید خاموشش کنید بعدش این بالا سیو رو بزنید و یک بار ریستارت ایکس ری رو بزنید تا این اوکی بشه توی سرور ایرانتونم دقیقا باید بیایید همین قسمت و این رو تیکش رو خاموش سی و ریستارت ایکس ری رو بزنید این کار رو حتما باید انجام بدید خب بریم کانفیگمون رو یک تستی ازش بگیریم این رو من از اینجا کپی میکنم اینجا قرارش میدم و یو آر ال تست میگیرم میبینید که به من پینگ میده و حالا بهش متصل میشم میبینید که به راحتی برای من متصل شد و داره کار میکنه امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید لایک و کامنت و صاف فراموش نشه و اگر سوالی دارید حتما برامون کامنت بذارید موفق و پیروز باشید